شب قرآن، شب ایمان، شب راز و نیاز امشب. مناجات تا سحر از هر دهان و هر زبان خیزد. در این شب لوح محفوظ گنج را بر آسمان بخشید. همان گنجیست که نورش تا به محشر جاویدان خیزد. نمبر 14 بنزوشتم سپارا ده شورا سورت سوال دستم نمبر آیت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله، من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين أما بعد ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين در درس گذشته در سوره شورا آیت نمبر 13 را خلاص کردیم در این آیت الله جل جلاله موضوع مهم و اساسی را اشاره کردن که الله جل جلاله از زمان نوح علیه السلام تا زمان رسول الله محمد صلی الله علیه و سلم پنج پیغمبر اولو العزم پیغمبرایی که مقامشان بلند است اینا را ذکر کردن که در تمام شریعت های آنها این را بیان کردیم که ما به اونها امر کرده بودیم با اونها سفارش کرده بودیم که شما دین را برپا کنید به این معنی که دین را در زندگی خود عملی بسازید و مردم را به طرف از او دعوت کنید از این موضوع ای را می فهمیم که گفتیم که مصدر و سورس تمام شریعت ها از ابراهیم علیه السلام از نوح علیه السلام از موسی علیه السلام از عیسی علیه السلام از محمد صلی الله علیه وسلم تمام کتاب ها از یک طرف آمده هیچ اختلاف در بینش نیست در مسائل کلان مسائل عمده و اساسی هیچ اختلاف نیست در بعض مسائل فرعی در جزئیات شاید یک شریعت از دیگه شریعت فرق داشته باشد الله جل جلاله میگه که ما این را روا کرده بودیم این را مشروع کرده بودیم و این را گفته بودیم که شما در دین تفرقه و اختلاف نکنین جدا جدا نشوید ضرور نیست که یکی با دیگه جمع کنین و یکی با دیگه اختلاف کنین این نکته را در درس گذشته به یک چیزی از تفصیل بیان کردیم امروز در آیت نمبر 14 الله جل جلاله این را بیان میکنه که ببینین که اهل کتاب اختلاف کردند در دین موسی علیه السلام در دین عیسی علیه السلام اینا اختلاف کردن چی معنا؟ یک تعدادش ایمان آورد و یک تعدادش ایمان ناورد خداوند تمام دلائل ساین ها نشانه ها را برشان روان کرد که شما راه دین اعلان نکنید اینها در بین خود اختلاف کردن علت اختلاف اطور نبود که اینا نمی فهمیدن اطور نبود که برای اینا دلائل نرسیده بود اینها زیر تاثیر شهوت ها و دیزای نفس خود رفتن اینها ظلم کردن تجاوز کردن و حسد کردن که چرا این کتاب چرا این قرآن به محمد صلی الله علیه وسلم داده شد چرا به عرب ها داده شد یه خوبای در بین بنی اسرائیل می بود به او خاطر یهودا و عیسوی ها به قرآن ایمان ناوردن ایره چی میگه؟ ایره جلس شدن و یا ایسه که انسان حسد میکنن بغی میکنن وقتی که خداوند کتاب را روان کرد معجزه و میرکل اینها را زیاد روان کرد با وصف از اینها به خاطر حسد به خاطر پیروی از هوا و هوس خود اینها چی کردن؟ ایمان ناوردن اینطور نبود که اینها نمیفهمیدن خوب میفهمن که قرآن چی است کتاب برحق است شاید ما بشنویم اینها میگن که یهودا میگن که کتاب ما اولد تستمنت است
کتاب قدیمی است، Old Testament. نصارا میگه که کتاب ما چی است؟ New Testament است. کتاب ما یک چیز نو است. اما ما برشان میگم که کتاب ما قرآن عظیمشان چی است؟ Last Testament است. آخرین است که برای کلگی کفایت میکنه. و تا روز قیامت اینمی تستمنت و اینمی کتاب کفایت میکنه. به این خاطر شما در اینجا اختلاف نکنین و هر کسی که اختلاف میکنه او به خاطر از این اختلاف میکنه که در دلش یک تکلیف است، یک هوا و هوس است. دلایل واضح است که قرآن بر حق است و محمد صلی الله علیه وسلم یک پیغمبر راست و پیغمبر بر حق است. و ما تفرقوا، اینها جدا نشدن، گروه گروه نشدن، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد از اینکه برشان علم آمد. میبینین که در سوره بقره خداوند میگه که ای اهل کتاب، ای یهود و نصارا، میفهمن که محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر است. ایره خوب میشناسن، از بچه و فرزند خود کرده خوبتر میشناسن، بیخی هیچ شک ندارن. بناهن اینا وقتی که علم برشان آمد، بعد از اینکه فهمیدن اینها چی کردن؟ اختلاف کردن، تفرقه کردن، ایمان ناوردن. به خاطر چی؟ بغیان بینها، به خاطر که اینها جلس شدن، اینا حسد کردن و پیروی از هوا و هوس خود کردن. بناهن چی کردن؟ اینا اختلاف کردن، یک تعداد مؤمن شد و یک تعداد غیر مؤمن شد. ولولا كلمة سبقت من ربك، اگر یک فرمان، یک فیصله الهی نمی بود که الله جل جلاله در ازل در سابق اگر اتر یک کلمه، اتر یک فیصله یا یک دیسیژن نمی کرد، لقضی بینهم، در بین از اینها فیصله می کرد. لقضی بینهم، در بین از اینها فیصله چی وقت می کرد؟ در دنیا در بینشان فیصله می کرد. وقتی که یک نفر ایمان نبیاره، یا وقتی که یک انسان عملش بد باشه، فیصله خداوند چی خواهد بود؟ طبیعی است که اونها را با عذاب روبرو می سازه. خود خداوند دیره فیصله کرده که در این دنیا، این دنیای عمل است، من عذاب را نازل نمی کنم. روز جزا و روز پاداش چی وقت است؟ او روز قیامت است. بناهن ما یک فیصله کردیم، یک سخن و یک کلمه، یک ورد ما است که ما در این دنیا آدم گناهکار، آدم غیر مؤمن ما چی نمی کنم؟ از بین نمی برم و در روز آخرت حساب می کنم. ولولا کلمتون، اگر یک کلمه یا یک سخنی که در قدیم در ازل سبقت من ربک، که گذشته بود از طرف پروردگار تو، اگر این چیز نمی بود، الى اجل مسمن، تا یک وقت معین که عبارت از قیامت است، لقضی بینهم، فیصله می شد، حتما فیصله می شد در بین از اینها. و این الذین اورثوا الکتاب، کسانی که به میراث بردن کتاب را، کسانی که پیرو تورات هستند، کسانی که پیرو انجیل هستند، اون نسل و جنریشنی که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی میکنن، میراث بردن کتاب را، اینها چی میکنن؟ لفی شک منه، اینا در شک هستند، در کتاب خود شک دارن. مریب اتر یک شکی است که اینها را در رای و در گمان و در شک مندازن. امام ندوی رحمت الله علیه، ابو الحسن علی ندوی، از علمای مشهور هندوستان است که تقریبا یک 40 سال پیش یا 38 سال پیش فوت کرد، خداوند ببخشیده. در یکی از کتابهای خود میگه که اهل کتاب، اهل ادیان کلان، اهل چی؟ ادیان کلان،
مثلا نصارا یا یهودا، میگه اینا چی کردن؟ از دین یک لابه، یک ساعتری و یک عبس جور کردن. اما کتاب را این قسم اینا تغییر دادن که هم شکلش و هم روحش هر دویش از بین رفت. به این معنی که در تورات و انجیل اینا تغییرات آوردن که هیچ چیز رو باقی نمانده، معناش هم تبدیل کردن و کلماتش هم تغییر کردن. میگه که اگر امو صحابه، امو پیغمبرها در وقت که بودن، اگر اونا این کتاب ها رو ببینن، اصلا نمیفهمیدن که این کتاب است که بر موسی علیه السلام نازل شده یا بر عیسی علیه السلام نازل شده. اینقدر اینا تغییر آوردن در اینجا. بنابراین در دین، در کتاب های آسمانی، این مردم چی کردن؟ ساعتیری کردن، عبس کردن. به او خاطر خداوند میگه که کسانی که از یهود و نصارا، در وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی میکنن، اینها شک دارن در کتاب های خود، هیچ چیزی از او باقی نمانده. مطلب از آیت به این شکل ویره خوب امی فرموده ندوی سبیر خوب واضح میکنن. فلذلك فدعو، پس بر اونمو را، بر اونمو کتاب، اما دینی که راست است و مراهی که راست است. کلمه فلذلك، پس بر آن، بر آن چیز، بر آن راه راست، بر آن دین راست، تو چی کو؟ فدعو، تو دعوت کو. مردم به طرف از دین راست، تو چی کو؟ دعوت کو. دینی که او را الله جل جلاله روان کرده، مردم به طرف از او تشویق کو. سعی کنین این کلمات مهم است. امو دین راست، امو راه راست که است، تو مردم به طرف از او دعوت کو. این یک موضوع، فدعو. و کلمه دیگه شو ببینه که وستقیم و مستقیم باش، راست باش و عمل کو کما امرت، قسمی که بر تو امر شده، قسمی که بر تو فرمان داده شده، اونم تو کار کو. چی معنا؟ به این معنا که اول خودت در او را راست روان شو، اول خودت به او عمل کو ای پیغمبر، مطابق دین عمل کو. این موضوع را متوجه باشین که مطابق دین عمل کو، نه در او افراد کو و نه در او تفرید کو. چی معنا که نه افراد کو و نه تفرید کو؟ ایتور نکو که در دین بسیار زیاد سختی کو که مردم از دین متنفر شوه، دین به مردم یک چیز خراب معرفی کنی، ایره افراد میگه. تفرید به این معنا ایتور نکو که مسائل دینی رو بیخی زیر پای پرتی، هر چیزی که در پیشویت آمد گمش کو، ایره خیر است، ایره خیر است، ایره خیر است، ایره به خاطر از این میمانم، ایره به خاطر ای آدم خفه نشوه، ایره به خاطر که از این فامیل خفه نشوه. در دین آدم اینقدر سهولت نمی کنه، نه بسیار افراد می کنه که مردم دین یک چیزی خراب معرفی کنه، و نه اطور می کنه که بسیار تساهل و بسیار سهولت در دین پیدا می کنه که اصلا امون مفهوم دین از بین میره. تو به دین به این شکل عمل کن، به این شکل مستقیم باش، بدون افراد و بدون تفرید، که اوامر خداوند جل جلاله را تو به شکل دوامدار، به شکل دوامدار در زندگی خود تطبیق کن. به طرف از دین راست مردم دعوت کن و خودت به او عمل کن. ولذلك، پس بر زمین دین راست و راه راست، فدعو، دعوت کو مردم را، واستقم، و خودت مستقیم و ثابت باش بالای آن بدون افراط و تفرید، کما امرت، قسمی که بر تو امر شده. ولا تتبع اهواءهم، ای هم مهم است، پیروی نکنیم از هوا و هوس غیر مسلمان ها، از هوا و هوس و دیزایر منافقین شما چی کنیم؟ پیروی نکنیم.
چیزی که خداوند برای شما میگه شما چی کنین؟ به او عمل کنین. اطور نشوه که آدم پیروی از دین غیر اسلامی کنن، این پیروی از غیر مسلمان ها میشن. اطور نمی کنن که پیروی از غیر مسلمان ها کنیم. ما به دین خود پابند هستیم. اطور هم نمی کنن که ما دعوت را ترک کنیم. اگر ما دعوت را ترک کنیم، این هم پیروی از هوا و هوس آنهاست. دعوت کردن وظیفه هر مسلمان است. و درست است که انسان باید علم داشته باشه، اما از داشتن علم و روایت کرده چی مهم است؟ ترس خداوند مهم است. انسانی که ترس خداوند داشته باشه، عمل صالح داشته باشه، با علم بسیار کم خود میتونه که بسیار دعوت سالم کنه. این بسیار مهم نقطه است که علما به اشاره کرده. پس ما پیروی از منافقین و غیر مسلمان ها نمی کنیم که ما در راهی از اونها روان شویم. ما از خود را داریم، از خود یک مسیر ما چی است؟ واضح است. و قل آمنت بما انزل الله من کتاب. و تو بگو برشان ما ایمان آوردیم به چیزی که الله جل جلاله نازل کرده، کتاب. کتاب هایی که الله نازل کرده، تمام کتاب ها و قرآن عظیمشان، ما به او چی میکنم؟ به او ایمان آوردیم. و امرتو لأعدل بینکم. کلمه عدالت و جست بودن. و امرتو به ما امر شده این که عدالت کنم در بین شما. اگر کدام مسئله پیش میشه، من مأمور هستم که باید در بین شما عدالت کنم. این که شما به خاطر دین امرای ما دشمنی میکنین، من اطور نمیشه که من دیجه عدالت به خیانت یا به ظلم تبدیل کنم. با وصف از این که در بین ما و در بین شما چی است؟ دشمنی است. اگر کدام اختلاف پیدا میشه، مسئله پیدا میشه، بر ما امر شده که ما باید عدالت مراعات کنم. در مسائل همسایگی، در مسائل معامله، در مسائل خرید و فروش، درس و تعلیم. درست است که تو با ما دشمنی میکنی، ولی ما سر تو چیزی را میفروشم، ما باید عدالت کنم. ما باید سر تو ظلم نکنم. این خداوند به ما امر کرده. الله ربنا و ربکم. الله جل جلاله پروردگار ما و پروردگار شما است. پس ما باید چی کنیم؟ ما باید در اینجا وقتی که پروردگار ما و شما است، ما باید در عبادت خداوند را به وحدانیت بشناسیم. خداوند پروردگار ما است، از شما است. در عبادتی از او کسی را شریک نسازیم. تمام عبادت های ما به خاطر الله جل جلاله باشه. در اینجا در این موضوع که الله و ربنا و ربکم، سه مسئله اساسی به یاد ما باشه، سه چیز که هم خود ما ایره بفهمیم و هم ایره ما به اولادا انتقال بدیم. این سه نقطه به ذهن ما شما باشه. این در مسائل روزمره به درد ما میخوره. اولیسته که ما را خداوند جل جلاله پیدا کرده. ایره ما باید با اطفال خود ایره مطرح کنیم و مناقشه کنیم. خداوند ما را پیدا کرده و بر ما رزق ما را چی کرده؟ بر ما رزق ما را مقدر کرده. بر ما نوشته کرده که مثلا حارس جان امروز یا در دنیا اینقدر نان میخوره، اینقدر روز زندگی میکنه. این خداوند نوشته کرده، ما را پیدا کرده، رزق و روزی ما را نوشته کرده که از او کرده که انسان زیادتر خورده نمیتونه. یک موضوع. موضوع دیگه که یک حدیثی که در کتاب مشکات المصابیح آمده، او حدیث چی میگه؟ ما یقین داریم که در هر جایی که ما باشیم مرگ بر ما میرسه. ما به یقیده داریم، هم میگیم ما این را میفهمیم. خود چیزی که در این حدیث اضافه است او چی است یا زیاد قابل توجه است؟ از مرگ کرده رزق و روزی
زیاد کوشش میکنه که به انسان خدا برسانه. انسان نمیمونه تا که رزق و روزی خود پورا نخورده. بنابراین ما ایره با اطفال خود بحث کنیم. خداوند ما را پیدا کرده، رزق و روزی ما را نوشته کرده و موضوعی که سومش در این نقطه چی است؟ و ما را به هدف پیدا نکرده. خداوند ما را به هدف پیدا نکرده، بر ما پیغمبر روان کرده. چیزی که پیغمبر میگه ما باید تو کنیم، هیرا با اولادهای مکتب ما باید را مطرح کنیم. ما را خدا به ما خداوند پیغمبر روان کرده و به ما گفته هر کسی که از پیغمبر اطاعت میکنه و بی میکنه این داخل جنت میشه، و هر کسی که با پیغمبر مخالفت میکنه اطاعتش نمیکنه او به دوزخ میره. این چند نقطه اساسی است که در زیر عنوان الله و ربنا و ربکم، این یک نقطه بود. نقطه دومی است که الله جل جلاله ما را امر کرده که ما عبادتش کنیم. خویر متوجه باشیم که در عبادت خداوند هیچ کسی را شریک نسازیم، هیچ کسی را، نه ملائکه مقربه و نه نبی مرسله، نه کدام ملائکه و نه کدام پیغمبر محبوب خداوند در عبادت با خداوند شریک نیست. عبادت یک چیز خاص مربوط خداوند جل جلاله است. مثلا ما اگر نماز میخوانیم، ما به خاطر از این نماز نمیخوانیم که مردم بگویه که چه خوب نماز خوان است. باش که مردم مرا ببینه که نماز خوان است، باز بعد از او من خوب یک جوان نماز خوان هستم، تا اینکه مردم چی کنه با من خیشی کنه یا دختر خدا به من بده به خاطر که یادم نماز خوان است. یا حج میکنه تا که مردم بگویه که ای آم، تا مردم را حاجی سب بگویه بعد از حج، یا غیره یا غیره عبادات. در عبادت خود که الله را عبادت میکنیم هیچ کس را شریک نسازیم. این موضوع دوم. موضوع سوم این است که وقتی که ما اطاعت خدا پیغمبر را میکنیم و خداوند را با وحدانیت میشناسیم، پس کسی که با دین ما دشمنی داره ما اجازه نداریم که با او انسان دوستی کنیم. این را تکرار میکنم، هر کسی که اطاعت پیغمبر را میکنه و توحید الله جل جلاله را در عبادت معرفی میکنه، مراعات میکنه، بنان این انسان اجازه نداره که با کسی که با خدا و پیغمبرش دشمنی میکنه اجازه نداره که با او دوستی کنه، ولو که هر قدر نزدیک موتو باشه. کسی که با خداوند و با پیغمبرش دشمنی میکنه ما اجازه نداریم که همراه او دوستی کنیم. این سه موضوع اساسی است که در زیر عنوان الله و ربنا و ربکم، این در ذهن ما باشه که خداوند ما را چه کرده؟ به هدف ما را پیدا نکرده، به خاطر عبادت و به می شکل کلماتی که ذکر شد. لنا اعمالنا ولکم اعمال، ما از خود اعمال داریم، کارهای ما مربوط به ما است، اعمال ما و اعمال شما مربوط به خود شما است. هر کس را الله جل جلاله مطابق عملش همراهش حساب میکنه. لا حجت بیننا و بینکم، بعد از دیگه ضرورت به استدلال و آرگومنت نیست، به خاطر که حق روشن شد. خداوند میگه مسائل ما روشن کرده، بنا به آرگومنت و خصومت و جنگ و جدل نیست. در بین ما و شما دیگه کدام چانسی نیست که بحث مباحثه کنیم. مسائل چی است؟ بیخی روشن است و حق واضح است. الله یجمع بیننا، الله جل جلاله ما را جمع میکنه، همه ما را جمع میکنه، تمام مخلوقات را به خاطر فیصله، به خاطر ججمنت و به خاطر حساب کل ما را جمع میکنه و الیه المصیر و به طرف الله جل جلاله بازگشت همه ما است.
بعد از اینکه الله جل جلاله مسائل روشن کرد و واضح کرد، هر کسی که در دین آرگومنت میکنه، استدلال میکنه و مخاصمه میکنه و وان کاش که به حق باشه، خوب هر کسی که به باطل، یا کسی یک چیز در ذهنش میگرده، باز می در دین خداوند چی میکنه؟ مجادله میکنه که خداوند چرا تو گفته و خداوند چرا تو گفته. ما اینطور نیست که ما از مسائل میگریزیم، اینطور نیست. هر کسی که در ذهن چیزی پیدا میشه، بسیار به جرات از یک عالم پرسان میتونه که این مسئله به چی شکل است. اما وقتی که حق واضح شد، باز بعد از به خاطر شبهه باطل به یک چیز ناروا اینطور نمیشه که دواندار بازو بحث کرده بره و مناقشه کرده بره. مخصوصا بعد از اینکه کسایی که هوشیار هستند و عاقل هستند در اسلام داخل شدن، اسلام را قبول کردن، یک تعداد مردم همینطور آرگومنت کرده میره، بحث و مناقشه کرده میره، هیچ جایی را نمیگیره. یک تعداد زیادی از مردم در اسلام داخل شدن، او کسایی که استدلال میکنن هیچ جایی را نمیگیره. والذین یحاجون، کسانی که آرگیو و استدلال و مناقشه میکنه فی الله، در دین خداوند جل جلاله، من بعد مستجی و له، بعد از اینکه بر از او استجابت شد، بعد از اینکه یک تعداد مردم دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم را قبول کردن، در دین اسلام داخل شدن، حجتهم داحضتهم، اما حجت و دلیلش چی است؟ باطل است و بیمفهوم است. عند ربهم، پیش پروردگارشان، جزایشان چی است؟ و علیهم غضب، بالا اینها خشم و قهر و غضب الله جل جلاله است، و لهم عذاب شدید، بر از اینها عذاب شدید و سخت از طرف الله جل جلاله است. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، الله جل جلاله ذات پاکی است که روان کرد کتاب را به حق. کتاب بر حق است، راست است، و المیزان، و خداوند روان کرده میزان را، عدالت را، انصاف را و جستس را خداوند روان کرده و معرفی کرده در بین مردم. و ما یدری که لعل ساعت قریب، تو چی خبر داری که قیامت شاید نزدیک باشد؟ تو چی خبر داری؟ کسی که عاقل است و کسی که هوشیار است، او باید ترس قیامت در دلش باشه و تیاری بگیره. برای قیامت انسان یک قسم تیاری بگیره که عمل صالح خود چی کنه؟ زیاد کنه و برای آخرت تیاری داشته باشه. در اینجا یک حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم است که در اینجا شما توجه کنید و این حدیث شما شنیدین که در این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که الا ان فی الجسد لمضغه، میگه شما با خبر باشین که در جسد و جسم انسان یک توته گوشت است. این صلوحت، اگر این توته گوشت اصلاح شوه و جور شوه، صلوح الجسد کلو، کل جسم جور میشه. و این فسودت، اگر فاسد شد این توته گوشت، فسود الجسد کلو، کل جسم چی میشه؟ خراب میشه و فاسد میشه. او چی است؟ او قلب است. قلب در جسم انسان مثل که ماشین در یک موتر اما قدر مهم است، به می شکل قلب در جسم انسان اما قدر مهم است. خب اینال بعضی کارا پیدا میشه که قلب چی میکنه؟ امی توتا گوشت چی میکنه؟ او را خراب میسازه. من مختصر چند چیز ذکر میکنم که ما کوشش کنیم که قلبای خود را نشوه که قلب ما خراب شه. قلب ما باید چی باشه؟ سالم باشه. بعضی مرض ها هست که قلب خراب می سازه. این مرض ها چی است؟
اولی که انسان وقتی که با مردم بسیار خلط میشه، بسیار مکس میشه، در مسائل دنیا، در دوستی با دنیا، هر کسی که با مردم زیاد خلط میشه، ای بفهمه که قلبش آیستا آیستا مریض شده میره. خداوند در قرآن میگه که یا لیتن اتخذت فلانم، یا لیتنی لم اتخذ فلانم خلیلا، کاش که من با این آدم رفاقت نمیکردم. در روز قیامت انسان میگه کاش که من با این آدم چی نمی، ای کاش که رفیق من نمی بود. لقد اضلنی عن الذکر، مرا از ذکر خدا ایر غافل ساخت، مرا گمراه ساخت. در کارهای مباح دنیا، ببینی کارهای مباح دنیا وقتی که انسان چی میکنه، بسیار دوستی نشان میده، بسیار با مردم خلط میشه، ای چی میکنه؟ آهسته آهسته قلب انسان را غافل میسازه. وقتی که ما میگیم با مردم خلط نشویم، مکس نشویم، در کارهایی که کلش دنیایی باشه، اما در مسائلی که مثلا یک درس، یک حلقه علم است، نماز جماعت است، نماز جمعه است، نماز عید است، حج است و غیره و غیره، جاهایی که مردم جمع میشن، در اوج اگر انسان خلط میشه و یا مکس میشه، او قلب انسان را ضعیف نمیسازه. پس خلط شدن در مسائلی که زیادتر دنیوی باشه و به خاطر دنیا باشه، این قلب انسان چی میکنه؟ مریض میسازه. یک نقطه. نقطه دیگه، هر کسی که بسیار تمنا میکنه یا وش میکنه، اگر ما فقط کدام عمل نمیکنه و آرزو داره که داخل جنت شد، هیچ وقت انسان بدون عمل داخل جنت شده نمیتونه. قرآن کریم بار بار میگه که اگر شما به روز آخرت ایمان دارین و با خداوند ملاقات میکنین، آرزوی رو دارین، فل یعمل عملا صالحا، باید عمل صالح کنه. پس کسی که عمل نمیکنه و آرزو داره و میگه که خداوند خو مهربان است و بدون عمل، این انسان بفهمه که این دروغ میگه. علما میگه کسی که آرزو کرده میره، مثال از این چیز، مثال از این، مثل یک انسانی که مفلس باشه و بانکرپت باشه و او چی میکنه؟ امی آرزو حیثیت امو سرمایه از او هست. یک آدم مفلس است و سرمایه از او چی هست؟ آرزو هست. کدام سرمایه هم نداره، پول هم نداره، همیشه آرزو کرده میره. آرزوی آدم مفلسی است، تمنا کردن است و امطور خواهشات است که بدون عمل است. در حدیث میآید که الکیس من دان نفسه، آدم هوشیار کسی است که با خود حساب کنه. با خود چی کنه؟ حساب کنه، محاسبه کنه، چقدر کار خوب کردی، چقدر کار خراب کردی. این آدم هوشیار است و عامل لما بعد الموت، و برای بعد از مرگی تیاری میگیره و عمل میکنه. یه آدم هوشیار است. آدم عاجز چی است؟ مطابق حدیث، من اتبع نفسه هواه، کسی که پشت هوا و هوس نفس خود میره، این انسان عاجز است. و تمنى على الله عز وجل، و آرزو کرده میره بالای الله جل جلاله، عملش درک نداره، کارش درک نداره و پشت هوا و هوس خود روان است. مرض دوم قلب چیست که انسان آرزو کرده میره، تمنا کرده میره و عمل نداره، چی میکنه؟ قلب ضعیف میسازه. این موضوع دوم یا مرض دوم. موضوع سوم چی است؟ تعلق به غیر الله جل جلاله. اگر تو دلت بسته میکنی به غیر الله جل جلاله، به غیر الله هر چیز شده میتونه. دلت به هیچ چیزی دیگه بسته نکن. اگر جسمت مریض میشه، اگر اقتصاد ضعیف میشه، اگر امتحان داری یا هر مشکلی داری، تو باید تعلق و ارتباط و کنکشنت با کی باش؟ با الله جل جلاله باشه.
اگر ارتباطت به یک چیزی بسته شد، تو بفهمی که چی شد، قلب تو ضعیف میشه. مثل یک انسانی که از ترس خنک یا از ترس گرمی میره در زیر خانه عنکبوت یا سپایدر میشینه. خانه سپایدر یا عنکبوت برزی نه ایره گرم میکنه و نه از خنک چیز کم میکنه. ضعیفترین خانه خانه عنکبوت و سپایدر است. کسی که دل خدا به غیر خداوند بسته میکنه، او انسان در قلبش مشکل است. هر چیزی که در پیشوی در زندگی میاد، در سجده خداوند یاد کن، دستت به خداوند بالا کن، از هیچ کسی توقع نداشته باش. خداوند صدایت میشنوه و فریاد رس است. ایرم تعلق باید به الله باشه، به غیر الله نباشه. مرض چهارم یا تکلیف چهارم که قلب ضعیف است چی است؟ انسانی که زیاد میخوره، انسانی که بسیار پرخور است و بسیار زیاد میخوره، این چی است؟ و اون که از حلال باشه، او که از حرام است رو خوب گپ نمیزنیم. انسانی که از نان حلال بسیار میخوره، او قلبش ضعیف میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه او زیاد وقتش در خوراک و وقتی که مثلا میره قضای حاجت میره و غیره و غیره، زیاد وقت از او مصرف میشه، از طاعت خداوند او مصروف میشه. دیگه چی است که شهوت و دیزایر از زیاد میشه، دروازه های شیطان باز میشه بر از انسان. بنا زیاد خوردن و سیر شدن چی میکنه؟ قلب ضعیف میسازه. و برعکس هر کسی که روزه میگیره، روزه گرفتن راه های شیطان چی میکنه؟ بسته میکنه. قوت شهوانی انسان چی میکنه؟ ضعیف میسازه. رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث میفرمایند که ما ملا آدمی وعاء شر من بطنه، بدترین چیز، بدترین ظرفی که انسان او را پر میکنه او چی است؟ معده انسان است، شکم انسان است. میگه که انسان باید چند لقمه بخوره تا که زندگی خود او روان کرده بتانه. اگر کسی میگه که نه حتما باید مقدار زیاد بخورم، همه قدر بخوره که باز معده خود به سه قسم تقسیم کنه، یک قسمش برای آب و جوس، یک قسمش برای طعام و یک قسمش برای تنفس کرده، نفس کشیده. پس کسی که زیاد میخوره و همیشه سیر است، او قلبش در خطر است، قلبش مریض است. مرض یا تکلیف پنجم که مربوط به قلب میشه چیست؟ زیاد خو کردن، کثرت النوم. هر کسی که زیاد خو میکنه یا استراحت میشه، قلب خود را میکشه، با مرگ روبرو میکنه. جسمش گران میشه، جسمش کسل میشه، وقتش ضایع میشه و همیشه غافل میباشه. انسان کم از کم 6 ساعت یا 7 ساعت باید خواب کنه. و بهترین خواب در ابتدای شب است. اگر انسان تا ناوقت بیدار میباشه، نه درس میخونه، نه مطالعه میکنه و نه استفاده مثبت میکنه، در صحبت و مجلس وقت خود تیر میکنه و تا ناوقت این خواب میباشه، این چندین تاوان داره. برکت روز سبا از پیشش میره، کسل میباشه، نماز صبحش از پیش میره و غیره و غیره. خوابی که در شروع شب میباشه او غنی است و بسیار آرام کننده است. پس کسی که از اندازه زیاد خواب میکنه، بفهمه که آیسته آیسته قلبی از او ضعیف میشه و به ضعف ایمانش منتج میشه. تکلیف ششمی که قلب را ضعیف میسازه، نظر کردن یا سیل کردن بیجا، یا کسی که چشم خود کنترل نمیکنه به طرف چیزهای ناروا میبینه. اگر زن است یا مرد است،
این چی میکنه؟ کسی به جای دیگه که تو سعی میکنی این قلب را ضعیف میسازه. این تقوای انسان را از بین میبرد، علم انسان را از بین میبرد. انسان میشه که بسیار آیات و احادیث و غیره چیزها را یاد داشته باشد، وقتی که اون طرف ها سعی میکنه این شما تجربه کنین در زندگی، چشمتان را کنترل کنین، شما میبینین که در شخصیت انسان چقدر تغییر میاید. علما میگن که فتنه از نظر شروع میشه. وقتی که انسان به یک طرف به طرف ناروا سعی میکنه این از امیج شروع میشه. چه قسم شروع میشه؟ اگر انسان است یا عکس است، اگر تو به طرف از او سعی میکنی، این تصویر و این پکچر در قلب تو جابجا میشه. وقتی که جابجا شد باز قلب تو مشغول میشه، قلب تو بیزی میشه با این پکچر، با این ایمیج که هست، و تو فکر میکنی همیشه اینال بعد از دیگه تو فکر کرده میری، کار کرده میری تا این چیز به دست تو بیایه، تا تو کامیاب شوی و این چیز به دست تو بیایه. همیشه دمی فکر هستی. طبیعی است وقتی که تو فکر میکنی نماز جماعت تو از پیشت میره، اگر در نماز می فکر تو در وجود می باشه کارت صدمه میبینه و غیره و غیره و غیره. و بسیار وقت تو شده که انسان اگر یک بار سعی میکنه باز بعد از بسیار پشیمانی ها داره، انسان بسیار پشیمان میشه. در حدیث از رسول الله صلی الله علیه وسلم اینطور روایت شده که ببینید که مرض که کلان است که قلب چی میکنه مریض میسازه، مرض قلبی، مرض بزرگ قلبی است. در حدیث میفرماید که النظره سهم مسموم، میگه سیل کردن کس مثل یک تیری است که در این تیر زهر و سم باشه، پویزن باشه، و این زهر از این تیر از تیرهای شیطان باشه. هر کسی که چشم خود را پت کرد، چشم خود را کنترل کرد، خداوند جل جلاله در قلبش یک شیرینی پیدا میکنه، یک حلاوت پیدا میکنه در قلبش، یک سویتنس پیدا میکنه در قلبش، که تا روزی که این زنده است، تا روزی که با خداوند روبرو میشه، این شیرینی در دل ازی باقی میمونه. بناهن وقتی که کسی که انسانی که اگر مرد از یا زن است چشم خود کنترل میکنه در شخصیت از او بسیار قوت پیدا میشه، مردم از او هیبت میداشته باشند که آدم با تقوا است، آدم آدم عادی نیست. پس کسی که هر طرف سعی میکنه چی میشه؟ قلب از او ضعیف میشه. و تکلیف هفتمی که قلب انسان ضعیف میسازه چی است؟ به می شکل اگر انسان گپهای خود کنترل نمیکنه، کلام فضول داره، نمیتونه گپهای خود کنترل کنه، این هم قلب ضعیف میسازه، به قلب مشکلات پیدا میکنه. اینه ما شما متوجه شدیم که در بین فامیل ها، در بین دو نفر، در بین دو کشور، در بین دو قبیله فقط یک کلمه کلانترین جنگ برپا کرده. دو انسان، دو فامیل یا دو قوم به خاطر یک کلمه در بین خود جنگ کلان شروع کرده. ما چی کنیم؟ از گپایی که فضول باشه، گپایی که زیاد باشه، ما از او خود خودداری کنیم، خود نگاه کنیم. بنابراین ما ذکر کردم که در پولویی که ما به قرآن کریم گوش بگیریم ما متوجه قلب خود باشیم که در قلب ما اونمو یک توته گوشت است، کل جسم کنترل میکنه. ما اجازه ندیم که قلب مریض شود و این قلب خدا نخواسته سیاه شود و این قلب بمیره و هیچ احساس نداشته باشه. بسیار انسان ها هستن که قلب دارن، لکن قلبی هست که قلب کور است،
بیفایده هستن، هیچ استفاده از پیش نمیکنن. یا بسیار مردم هست که چشم دارن که بصر دارن، بصر یک میبینن، چیزها رو میبینن اما بصیرت ندارن، چیزای خوب و خرابه هیچ جدا کرده نمیتونن. یکی بصر است، یکی بصیرت است، به می شکل گوش، به می شکل چیزهای دیگر. بنان ما متوجه باشیم خداوند جل جلاله قلبهای ما را سالم و صحیح داشته باشه، قلبهای زنده و با شریعت برابر نصیب ما و شما بگردانه. در آیت ابدی باز ببینید که الله جل جلاله می فرماید که الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، الله جل جلاله روان کرده کتاب را به حق، کتاب حق است و ترو است و المیزان عدالت و انصاف را خداوند پایین کرده و روان کرده تا مردم به او عمل کنند. و ما یدریک لعل ساعت قریب، چه چیز تو را خبر داده که قیامت شاید نزدیک باشه، شما چی کنید؟ بر از اون تیاری بگیرید. یستعجلوا بها، عجله میکنن در مورد قیامت. کی؟ الذین لا یؤمنون بها، کسانی که ایمان ندارن به قیامت. اینها میگن که قیامت چه وقت قیامت میآید؟ اما تو یا یسته که ایمان ندارن و یا یسته که مسخره و استهزا میکنن. والذین آمنوا، اما کسانی که ایمان دارن، کسانی که مسلمان هستن، مشفقون منها، اونها در ترس هستن، میترسن از روز قیامت، به خاطری که در اوجا حالت بسیار سخت است، میترسن از روز قیامت. و یعلمون و میفهمند که انها، روز قیامت که است، حق است. روز قیامت آمدنی است، از عذاب دوزخ میترسند. الا ان الذين يمارون في الساعه، با خبر کسانی که مجادله میکنند، استدلال و آرگومنت میکنند در موضوع قیامت، لفی ضلال بعید، اینها در گمراهی بسیار دور هستند، در یک گمراهی هستند که دور است از حق و از حقیقت. اینها چی کردن؟ دور هستند. الله لطیف بعباده، خداوند جل جلاله مهربان است به بنده های خود، به بنده های مؤمن و غیر مؤمن، اگر مسلمان است یا غیر مسلمان، اگر مطیع است یا عاصی است، به همه یزی الله جل جلاله مهربان است. در این دنیا یرزق من یشا، خداوند رزق میته، طعام میته، من یشا، به هر کسی که بخواهد. و هو القوی، الله جل جلاله صاحب قوت است و غالب است، دست بلند داره از هر چیز که در قوی و غالب است. آیتی که در پیشوی ماست شماره 20، در این آیت الله جل جلاله مهربانی میکنند که یک تعداد مردم است توسط عمل خود در دنیا کار میکنند، عمل میکنند به خاطر دنیا و یک تعداد مردم توسط عمل خود در دنیا چی را میخواین؟ اونا آخرت را میخواین. آدم هوشیار کسی است که او آخرت را تقاضا کنه، برای آخرت کار کنه. اگر کسی آخرت را بخواه، خداوند رزق دنیا را برش میده. هیچ شما فرقش را ببینین، کسی که آخرت، یک تعداد مردم آخرت را میخواین، یک تعداد مردم دنیا را میخواین. خداوند برای هر دوشان رزق و روزی میته، برایشان نوشته کرده مقدارش. خو آدم هوشیار کسی است که آخرت را بخواه، کشت آخرت بخواه، ثواب آخرت بخواه.
هر کسی که ثواب آخرت خواست، خداوند رزق دنیا را برش میده و امو ثواب آخرت را برش میده. اما کسی که فقط دنیا را میخواهد، پس او از آخرت چی است؟ از آخرت محروم است. این مطلب زیارت است و کلماتش متوجه باشید. من کان یریدو، هر کسی که میخواهد توسط عمل کن چی را میخواهد؟ حرث الاخرت، ثواب آخرت، ریورد آخرت. هر کسی که میخواهد، نزد له فی حرثه، ما زیاد میکنیم برای از او در ثوابش، ثوابش چند برابر میسازیم. و من کان یرید حرث الدنیا، و هر کسی که توسط عمل خود میخواهد ثواب دنیا را میخواهد، فقط اجر دنیا را میخواهد، نعته منها، ما از این برش میتیم، از این دنیا ما برش میتیم. و ما له فی الاخرت من خلاق، در آخرت هیچ کدام حصه و هیچ کدام پرشن ندارد. در آخرت مکمل یادم محروم است، هیچ و هیچ عمل از او وزن نداره پیش الله جل جلاله. در شروع درس ما گفتیم که در آیت نمبر 13 از زمان نوح علیه السلام تا زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم، بر تمام پیغمبرهای اولوالعزم خداوند دین را چی کرده؟ روا کرد، دین را معرفی کرد و مشروع ساخت که شما دین برپا کنید و اختلاف نکنید. اینال در این آیت میگه که آیا این کسایی که ایمان ندارد، کسایی که مشرک است یا کافر هستند، اینا این دین خوده، این قانون خوده، این کانستیتوشن خوده از کجا کرده؟ این که خداوند برشان معرفی نکرده، پس من این قبول ندارم. چیزی که اینا قانونی که بر خود جور کردن که من به او اجازه ندادم، او پیش من هیچ وزن نداره، او پیش من باطل است. چیزی که قابل قبول است و نموسته که به تمام پیغمبرها مدادیم. این دو آیت کوشش کنید که با هم ارتباط بدین. ام لهم شرکا، آیا اینها شریک ها دارند؟ این شریک ها میشه که بتهایشان باشه، میشه کسایی که مثلا انسان های باشه که قانون های دیگر غیر از قرآن جور میکنند. آیا اینها شریک های دارند که شرعو، که روا کرده، مشروع ساخته، لهم بر از اینها من الدین، از دین، از دستور، از قانون، ما لم یعذن به الله، او چیزی که خداوند اجازه نکرده، چیزی که خداوند به او اذن نکرده، او پیش خداوند هیچ وزن نداره، هیچ قابل قبول نیست. چیزی که مشروع است او چی است؟ اونمو چیزی است که از زمان نوح علیه السلام تا محمد صلی الله علیه وسلم معرفی کرد. ولولا کلمه الفصل، کلمه چند همیشه تکرار میشه، اگر کلمه فصل نمی بود، اگر فیصله الهی نمی بود، فیصله الهی چی است؟ کسی که مسلمان نیست یا کسی که گناهکار است، در این دنیا او را عذاب نمیده، این فیصله خداوند است. روز جزا را به تأخیر انداخته به روز قیامت. همچنان چیزی دیگر خداوند به تأخیر انداخته، کسی که مؤمن است، کسی که عمل صالح داره، جزای از او جنت است، او را هم به تعویق انداخته. ولولا کلمة الفصل، اگر امو کلمه که فیصله آخری خداوند است، اگر اتر یک چیز مقدر نمی بود، لقضی بینهم، حتما الله جل جلاله فیصله میکرد در بینشان. مسلمان برش در دنیا جنت میداد و کافر در دنیا برش دوزخ میداد. خو ایره فیصله کرده که این جزا باید به روز آخرت میره مانده. این دنیا چی است؟ دنیای امتحان است. و این الظالمین، کسانی که ظالم بی ایمان هستند،
لهم عذاب علیم بر زینها عذاب دردناک است. تر الظالمین، تو میبینی کسانی که ظالم به ایمان هستند، اینها را میبینی مشفقین، اینها در ترس هستند، در خوف و ترس هستند. مما کسبو، از اعمالشان، از کارهایشان، به خاطر کارهایی که در دنیا کردن، به او خاطر اینا چی در ترس هستن. و هو و ای عذاب که است، واقعا بهم، ای عذاب حتما نازل شدنی است، حتما چی است؟ رسیدنی است بر از اینها. اینا گریخته نمیتونن، بر از اینها حتما نازل شدنی است. والذین آمنوا و عمل الصالحات، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن، فی روضات الجنات، اینها در باغچه های جنت هستند. در جنت در باغ ها هستند که در اوجا دریاهاست، منظره های زیباست، درخت های خوب است، پرنده های خوب است، و انسان با دوست های خوب خود در جنت در این باغچه های خوب مجلس میکنن و صحبت میکنن. کسانی که ایمان دارن و عمل صالح دارن، در او باغهای جنت خداوند برشان وعده کرده، دعا میکنه که خداوند ما را از این روضات الجنات برخوردار بگردانه. لهم ما یشاؤون عند ربهم، بر زینا خواهد بود، خداوند برشان میدهد، ما یشاؤون، هر چیزی که بخواهند، عند ربهم، در پیش پروردگارشان. در جنت چیزهای است که اصلا آل در دل ما تیر نمیشه، نعمتهای است که ما خبر نداریم. این نعمتهای دنیا را اگر مقایسه کنیم، کمپیر کنیم با چیزهایی که در جنت است، اصلا مقایسه نمیشه. اون نعمتها در حدیث میگه که انسان او را به چشم ندیده و کسی را به گوشم نشنیده و در دل کسی هم تیر نشده. خداوند جل جلاله و شما را برخوردار بسازه از این نعمت ها. ذلک هو الفضل الكبير، آن است یک فضل، یک نعمت بزرگ. این را سابق هم گفته بودیم که خداوند یک ذات بسیار بزرگ است. وقتی که یک ذات بزرگ یک چیزی را بزرگ میگه، کلام میگه، شما بفهمید که چقدر بزرگ خواهد باشد. اگر ما و شما بنده های ضعیف و خرد، اگر یک چیز را بزرگ بگیم، شاید بگیم که یک کوه یا یک چیز کلان بر ما معلوم خواهد شد. اما خداوند که یک ذات بسیار بزرگ است، میگه که یک فضل بسیار کلان، یک نعمت بسیار کلان در جنت برشان میتیم، شما بفهمید که چقدر کلان خواهد بود، بسیار بزرگ خواهد بود. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذلك آنست چیزی که الله جل جلاله بشارت و خبر خوش میده به بنده هایی که اونها ایمان آوردن و عمل صالح کردن. پس ایمان و عمل صالح که است، ای کلانترین نعمت است. ما همیشه به ایمان و عمل صالح خود افتخار کنیم، هیچ وقت دل سرد نشویم. شیطان ما را ناامید نسازه که تو چقدر نماز میخوانی، تو چقدر در مسجد میشینی، چقدر تلاوت میکنی. هیچ وقت ما چیزا را در دل خود جا نمیدیم. ببینید که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم زندگیش بسیار مختصر بود، بسیار ساده بود. دو ماه در خانش نان گرم نمیشد، دو ماه، یا او می بود، یا خرما می بود، یا نان خشک می بود، یا دوغ می بود. دو ماه در خانش آتش در نمی گرفت که نان پخته شود یا گرم شود. و او بهترین انسان ها است. اگر می خواست خداوند برش هر چیز می داد، لکن او می فهمید به صفت یک پیغمبر که دنیا هیچ ارزش ندارد.
به او خاطر همیشه امیر توصیه میکرد شما در این دنیا بسیار جمع نکنین، بسیار خود تکلیف نتین، زندگیتون مختصر نگاه کنین. عمل صالح چیز مفید است که در آخرت به دردتون میخوره. استاد چه وس هم سره جاری توبه و باسی خپل ټول هغه اضافه شان ګران ګران ساتونه شان دا زه یقین لرم چې هغه په خلارو کې به سره ککړي او داسې نور نه. دا خو هغه د سکله الله تعالی انسان ته مال او دارایی ورکوي، دا د الله تعالی یو بل نعمت ده. د ایمان او د عمل صالح نه اخوا دانو یو ځان ته عمل ده، یو ځان ته فضیلت ده. الله تعالی یو چا ته ورکوي د حلال د لارې نه ګټي او په حلال کې مصرفوي، دا بل نعمت ده. او مثلا که ته عثمان رضی الله عنه ورته وګورو نو هغه خو هغه یو لوی نعمت صلی الله ورکړی و، هغه مال و دارایی و. داسې نه ده، خو که څوک خپل مال پیسې په سمه لار کې مصرفي هغه بل عمل صالح ده. هغه د صدقات او زکات او نور صدقه جاریه کې راځي، هغه کې حس کوم اعتراض نشته. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا، ذلك هغه شيء ذاته يبشر الله سبحانه وتعالى زير وركي عباده الذين آمنوا خبلوا مؤمنوا بندگانوتا وعملوا الصالحات چهاغوي نيك عملونا كي نو داغ جنات و داغ ترشي بشيان دا چشي دا اگر روضات الجنات دا حقویت وعده او زیره ده. خپل پیغمبر ته الله تعالی وای ته خپل قوم ته وای زه خو تاسې نه پیسې نه غواړم، دا چې زه تاسې اسلام خواته تاسې توحید خواته دعوت کوم، زه خو تاسې نه پیسې نه غواړم، نه درنه تنخواه غواړم، نه بل شی غواړم، خو یو شی تاسې نه غواړم، هغه دا ده سی المودته فی القربا. ګورئ چې د مونږ او د تاسو منځ کې خپلولي ده، څه شی ده؟ مونږ او تاسو خپلو کې سره خپلوان یو، خو ګورئ د دغه خپلولي له خاطره ماته تکلیف مه رارسوئ. تاسې ماته اجازت راکئ، مونږ ټول خپلو کې خپلوان یو، نو د دغه رشتې له خاطره تاسې د ما د دعوت مخه مه نیسئ، پریږدئ چې زه خپل دعوت په خپل طریقه باندې مخ یې بوزمه. زه تاسې نه پیسې نه غواړم، نور کوم اجرم نه غواړم، نو ما پریږدئ. قل ته ووایه ای پیغمبره، ته ووایه خپل قوم ته، خپلو خلکو ته ووایه، لا اسألکم، زه د تاسې نه نه غواړم، علیه په دې خپل کار باندې، په دې توحید دعوت باندې زه تاسې نه څه شی نه غواړم، اجران پیسې، زه خو مفته دعوت در کوم، هیڅ شی نه غواړم. الا مگر یو شی داسې المودته، زه غواړم هغه کوم دوستی فی القربا په خپل ولي کې، په قرابت کې چې موږ او تاسې کوم دوستی لرو، د هغه له خاطره تاسې د ما د دعوت مخه مه نیسئ، پریږدئ چې زه خپل دعوت ته دوام ورکوم. ومن یقترف، هر هغه څوک چې عمل کوي حسنتاً ښه عمل کوي، ښه کار کوي، هر څوک چې ښه کار کوي، نزد له فيها حسنا، نو موږ د هغه په کارونو کې څه شی کوو؟ حسنا پیدا کوو، د هغه په کارونو کې ثواب پیدا کوو، هغه ثواب موږ ډبل کوو. څوک څه ښه کار کوي موږ هغه څه کوو؟ هغه ډبل کوو. نو علما وایي چې موږ د هغه
زرو روخانه کو کارونه آسان کو او نور هم توفیق ورکوس نور خ کارونه وکي څوک څه کار کوي نو موږ توفیق ورکوس نور هم خ کارونه وکي ان الله غفور شکور بدون شک بدون د شک سره الله تعالی سره غفور ډیر بخون کيده او شکور الله تعالی ډیر شکر کوون کيده الله تعالی څنګه شکر کوي په دې معنا څوک چې ښه عمل کوي څوک چې حسنه کوي نو الله تعالی دغه سړي هغه نیک کارونه قبلي او مني په مقابل کې ورته ثواب او اجر ورکوي نو د دې سه الله تعالی ډیر شکر کوم کوي معنی دا ده سه نو هغه ته توفیق ورکوي د هغه ثواب نه ورې کیږي نو الله تعالی نور ګناهونه له منځه وړي دا ان الله غفور شکور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين